29 دی ماه 1396 خورشیدی و 19 ژانویه 2018 میلادی. در امشب صفحه آخر به چند موضوع میپردازیم: به آمار و اسامی کشته شدگان در اعتراضات سراسری اخیر در خیابان و در زندان، به رسوایی حکومت در تخریب اموال مردم و انداختن این وحشیگری به گردن مردم معترض، و به اعتصاب کارگرای کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با اشاره‌ای به سلطان شکر. پرده آخرم طبق معمول آخر برنامه. تقدیمی این هفته باز از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به روحانیت حاکم. وقتی معمم ملا مهذب نباشد، فسادش از همه کس بیشتر. در بعضی روایات هست که در جهنم بعضی ها اهل جهنم از تعفن بعضی روحانیین در عذاب هستند و دنیا هم از تعفن بعضی از اینها در عذاب است. یکی از ویدیوهایی که از تظاهرات حزب الله یا چه میدونم کسایی که مجبور شدن برن تظاهرات، یا به لسان امروزیان ساندیس خورا، هفته پیش پخش کردیم و گفتیم که در اهواز بوده. بر اساس تماس دو تا از بینندگان از بندر عباس، این تظاهرات در بندر عباس بوده نه اهواز، و گفتن اگه اینو نگین بندریا ناراحت میشن. خب ببینین دیگه، 17 دی 96 منظورم این تظاهرات. آفرین مفخورو. این یکی از شهرهاییه که مردم تظاهرات کردن و رهبر معظم تشریف آوردن، ازشون تشکر بسیار کردن که علیه عوامل مزدور آمریکا و اسرائیل و عربستان و دقیقاً رهبر معظم فرمودن که میدونن که چند میلیارد دلار عربستان خرج کرد در این قضیه. چی بگه آدم؟ بله، این تظاهرات که دیدین، اینا اومدن به خیابان و مزدوران را شکست دادن. ببینین، این حرف خامنه ای دو هدف روشن داره. یکیش این است که حقیقت ناراضی بودن اکثریت مردم رو انکار بکنه، مثل همیشه و مثل همه دیکتاتورها در همه زمانها. یکی دیگرش اینه که بگه در این تظاهرات مردمی که دشمن رو به عقب روند، همین حزب اللهی که دیدین، اینها بودن، این قدرت این تظاهرات مردمی، قدرت این مردم منظورش همین گفتم کسایی که میفرستن تو خیابون، اینا بودن که تظاهرات سراسری مردم معترض رو به عقب روندن، نه وحشیگری نیروهای مسلح و ضد شورش. کار داریم حالا با این صحبت‌ها در طول برنامه. مکمل این صحبت هم اینه که کشته شدن معترضان در خیابان و زندان کار خود معترضان و منافقین و غیره است و کار همونایی است که اموال عمومی و شخصی مردم رو تخریب کردن و آسیب رسوندن. رسانه های رهبر معظم هم همین خط رو میگیرن و هی تکرار میکنن. مثال: در دو هفته گذشته برخی از فرصت طلبان و ضد انقلاب داخلی در سایه حمایت دشمنان که در رأس آنها آمریکا و اسرائیل است، از این فضا سوء استفاده کرده و با تخریب اموال، تعدی به جان و مال مردم و ایجاد ناآرامی و اغتشاش، موجبات نارضایتی شهروندان را فراهم کردند. ببینید چقدر این حقیقت داره. همتون میدونین البته، من فقط برای ثبت در تاریخ معاصر ایران این فیلم ها رو ما نشون میدیم. نه، پلیس‌ها دارن خورد میکنن. ناکن پلیس‌ها دارن شیشه
آره شرکت هم اینجوری همه بله اون آنگیش رو برسن میتونیم به این عکس بگیم خانم کی زده ماشینا رو؟ همه گارد ویژه بودن، مردم نبودن اصلا. همه گارد بودن. برو ماشین تو خونه هم یاد رفتن؟ گرفتیم با پلیس که بیان خسارت رو ببینن یا هر چی؟ وقتی خود مامورانی که دیشب بودن خودشون لباس فوراً پلیس بشن با چه پلیس خواهد شد؟ دیشب اونجاست که من میدونم گفته بودن یه ماشین پیکانی بود لش کرد داخل ماشین زن و بچه بود ماشین رو گذاشتن فرار کرد من که نیم ماشین رو اینجوری رو کنم اونها اومده فقط به خیلی داره چی شکنده اینا رو؟ یگان ویژه یعنی ریخته؟ شیشه رو شکنده؟ ماشین هم اونا زدن؟ بابا اینا دیگه سند جرم اینا اینجوری زدن شکسته افتاده بودم کشتی درسته درسته بله این سندشه این توی خونه افتاده بود شکستن گیر شکسته در رد کرده بود این وحشیگری برای چیه واقعا غیر از ایجاد ترس تو مردم ترس و ترور تروریست یعنی چی؟ حکومت تروریست یعنی همین عواملش رو میفرسته خیابون جامعه رو تروریزه کنه ایجاد وحشت کنه تو جامعه همون کاری که با خانواده جوانای مردم که تو خیابون گرفتن و تو بازداشتگاه کشتنشون همون کار رو دارن میکنن روزنامه ایران به نقل از توییتی از وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد دو نفر از قربانیان اعتراضات اخیر دانش آموز بودند. آرمین و شایان دو دانش آموز 11 و 13 ساله ساکن استان اصفهان که به ضرب گلوله کشته شدند. هنوز اطلاعات دقیقی از تعداد مشخصات دقیق قربانیانی که در تظاهرات و بازداشتگاه ها کشته شدند وجود ندارد. اسامی برخی از آنان به این شرح است. آرمین صادقی 15 ساله خمینی شهر، مسعود کیانی قلعه سردی ایزه، محسن عادلی دسفول، آرش خدری مسجد سلیمان، امین رمضانی مسجد سلیمان، محمد ابراهیمی قهدری جان،
احمد حیدری 13 ساله قهتری جان، حسین شهاب قهتری جان، حسین شفیزاده قهتری جان، نعمت الله شفیعی 40 ساله قهتری جان، حمزه لشنی درود، محمد کهزادی درود، امیر حسین پاپی درود، محسن ویرایشی درود، محمد جوباک درود، احسان خیری درود، بهزاد شهسواری کرمانشاه، علیرضا گمار توی سرکان، شهاب امان اللهی جویاباد اصفهان، اسقر هارون رشیدی جویاباد اصفهان، نعمت الله صالحی خمینی شهر اصفهان، سینا قنبری تهران، آریا روزبهی اهواز، محمد نصیری زنجان، سارو قهرمانی سنندج، علی پولادی چالوس، وحید حیدری عراق. گفته می شود زندانیان دیگری از جمله کیانوش زندی و آرام معازی در اثر ضرب و شتم و شکنجه در بازداشتگاه های سنندج جان باختند. علی پولادی 26 ساله، اهل مرزن‌آباد شهرستان چالوس، بعد از انتقال به پایگاه نیروی انتظامی شهرستان چالوس و بعد از گذشتن چند ساعت اعلام شد که وی فوت شده است. آرش محمدی 24 ساله، در تاریخ 13 دی 96 جلوی بیمارستان مدنی کرج دستگیر و به اطلاعات منتقل شد. وی طی تماس تلفنی دستگیری خود را به اقوام خبر داد. خانواده هیچ خبری از او ندارند و هیچ ارگانی حاضر به پاسخگویی در مورد او نیست و دادسرا و دادگاه ها هم از وجود آرش محمدی که در جلوی بیمارستان مدنی کرج در 13 دی 96 بازداشت شده اظهار بی اطلاعی میکنند. همه اینا رو حکومت گفته یا معتاد بودن و موقع مواد فروشی گرفتتشون و تو زندان هم خودشون رو کشتن، یا اومدن گفتن موقع تیراندازی به مردم و به مامورا گرفتیمشون، تو بازداشتگاه مردن. شهر کوراست دیگه، هیچکی اینا رو که کشته شدن نمیشناسه. اون وقت یه وکیل دادگستری که میره تحقیق میکنه از روی انسانیت، از روی تعهد انسانی و تعهد به حرفش به عنوان وکیل دادگستری و میاد تازه یه مورد رو برای نمونه میگه، ملت این جوون یه دست فروش زحمت کش بوده، نه مواد فروش، کشتیدش، بعد چرا انگ مواد فروشی بهش میزنین، میریزین دم خونش با وحشیگری، تهدید میکنین خانوادهشو. وحید حیدری در شازند عراق اینا رو میگه، این وکیل یعنی آقای محمد نجفی، میرن دم خونش، کتکش میزنن، میکشنش تو ماشین، میبرنش بازداشتگاه. کجای مدنیت و دنیای امروز این رفتار رو میکنه با وکلای دادگستری و مردمی که فقط نظرشون رو میگن؟ غیر از تو نظامای فاسد مستبدی مثل نظام مقدس جمهوری اسلامی. وحید حیدری فقط یه نمونه بود در عراق که محمد نجفی وکیل دادگستری هفته پیش به خانواده وحید پیشنهاد میده که وکالتشون رو به عهده بگیره و بره دنبال این پرونده از لحاظ قانونی و حقوقی. و نتیجه تحقیقاتش رو درباره مرگ وحید میاد اعلام میکنه. وحید حیدری یک جوان مجرد 23-24 ساله است. در کرهرود، در قسمتی از عراق که به نام کرهرود هست، ایشون زندگی میکنه. مجرد هم هست، خانوادش هم خانواده محترمی هستن و تعداد زیادی از خانوادهشون جانباز و شهید هستن، یعنی از کسایی هستن که در واقع هزینه دادن برای این مملکت. اما با پیگیری بیشتر متوجه شدیم که سر بازار عراق دست فروشی میکرده و آخرین عکسایی رو که من تونستم به دست بیارم از طریق یکی از دوستان صمیمیش به نام پوریا، عکسایی رو که برای من ارسال کرد، در واقع محل دست فروشیش دقیقا اصلا عکس توش اون وسایلی که وحید داره اونجا میفروشه مثل چتر و اینها همونجا تو عکس هست. یعنی در واقع مال یه نمه برفی آمده بود چند وقت پیش، چند وقت قبل از این تظاهرات. اون عکس حتی اون رو هم به همراهش داشت، یعنی در واقع مشخص بود که عکس مال امسال هست و
جدیدم بود. محل کارش هم که پیدا کردیم دیگه خیالمون راحت شد که ایشون اصلا به هیچ وجه تو کار مواد و این حرفا نیست. البته نگفته نمونه مراجع رسمی در این خصوص اظهارات ضد و نقیضی داشتن. ابتدا اصلا این که این از معترضا بوده انکار میکردن، بعد از این که خبر رسانه‌ای شد و اینها یه پله آمدن گفتن از معترضا بوده، اما خودش رو در واقع خودکشی کرده. شاهد عینی هم داریم که تو اون قضیه جنازه رو دیده، یعنی با پیگیری‌هایی که کردیم از اقوامشون شخصی که جنازه رو دیده در واقع قسمت چپ بالای شقیقش یه شکاف داشته و این قسمتش یه برآمدگی خیلی بزرگ که احتمال زیاد اصابت جسم سخت میتونه باتون باشه، میتونه نمیدونم، نمیتونیم ما اظهار نظر دقیقی در این خصوص بکنیم، اما قطعا اتفاقی براش افتاده که کسی نمیخواد واقعیتشو بگه و برای همین سعی کردن تهمت بزنن بهش و بگن که مواد فروشی بوده که خودشو کشته. خب این چیزایی که آقای محمد نجفی هفته پیش گفتن و الان بخش از تکرارشو در واقع شنیدین، کجاش مشکل سازه بجز برای کسایی که مشکل دارن واقعا با این حقایق ابتدایی و روشن؟ محمد نجفی رو دوشنبه 25 دی میریزن دم خونش با وحشیگری میبرنش بدون اینکه هیچ توضیحی به مادرش بدن که اون وسط از حال میره. بعدم میرن دوتا از آدمایی که به خاطر انسانیت دنبال کار بچه های مردم تو بازداشتگاه هستن میگیرن میبرن زندان، علی باقری و کیان صادقی. اینه اون حکومت ترور که اشاره کردم برای ایجاد وحشت. فعلا که نمیدونم هیچ سر و صدا و اعتراضی از طرف وکلای دادگستری علی بازداشت محمد نجفی وکیل دادگستری نشده. حتی وکلای سرشناس و بسیار محترمی که قبلا همین محمد نجفی وکیلشون بود موقعی که با دادگاه انتظامی قضات مشکل داشتن و پروانه وکالتشون معلق شده بود، صداشون در نیامده هنوز، شاهدن فقط، ناظرن. در حال منافع آدم با هم فرق میکنه دیگه. باری میدونن خود این دوستان بنده کیو میگم و چی عرض میکنم. بگذاریم. چرا اجازه سرکشی نماینده های مجلس به زندان ها رو نمیدین شما حضرات؟ چقدر میترسین دستتون رو بشه؟ چرا اینقدر با عجله عمل کردین که نتونین حتی به خودتون، به خودیاتون توضیح بدین؟ پروانه سلحشوری نماینده مجلس میگه هر روز نام جدیدی از کشته شدگان منتشر میشود، به همین دلیل پیگیر هستیم که هر چه زودتر از زندانها بازدید داشته باشیم. محمود صادقی نماینده مجلس، امیدی به بازدید نمایندگان از زندان اوین نیست. قرار بود شنبه پیش یه هیئت 30 نفره از مجلس بره به زندانها و بازداشتگاه ها ببینه چه خبره. قوه قضایی اجازه نفرمودند. سازمان زندان ها که فقط مجری اوامر دستگاه قضایی شد و آدم کشی میکنه تو زندان ها، اصلا صداش در نمیاد. دو روز پیش بعضی تو مجلس گفتن قوه قضایی یعنی همین چهارشنبه گفتن قوه قضایی به کمیسیون قضایی مجلس، فقط به کمیسیون قضایی مجلس اجازه داده که از زندان اوین فقط دیدن کنن، فقط از اوین و حتما فقط از بند 350 بند عمومی، نه از بند و بازداشتگاه زیر نظر قوه قضایی و سپاه و نیروی انتظامی. و فقط هم عرض کردم به کمیسیون قضایی مجلس اجازه داده، نه به کمیسیون مثلا حقوق شهروندی که از اول تقاضا کرده بود که کسایی عضو بشن مثل مثلا آقای صادقی که از اول صداش در اومده بود که چه وضعیه. از چی میترسن؟ از اینکه معلوم بشه به بچه های مردم شیشه دادین، شیشه خوروندین و منظورم مواد مخدر شیشه ای که و کشتینشون، بعد گفتین اینا معتاد بودن. از این میترسین؟
محمود صادقی نماینده این مجلس: طبق اعلام بستگان یکی از بازداشت شدگان که در زندان فوت کرد، او طی چند تماس با خانواده‌اش اظهار داشته که مسئولان او و دیگر بازداشتی ها را مجبور به خوردن قرص هایی می کردند که حالشان را بد می کرده. پیام یکی از کاربرا رو روی این توییت آقای محمود صادقی بذاریم براتون بخونم. دارین می بینین دیگه. این قرص احتمالاً از خانواده متامفتامین یا همون شیشه است. این تکنیک کثیف برای اعتراف گیری رو دشقیمان رژیم روی بازداشتی های 88 هم پیاده کردن، چون این ماده روانگردان یک اعتماد به نفس کاذب به طرف میده، طوری که جلوی دهنش رو نمیتونه بگیره و زیادی حرف میزنه، حرفایی که در حالت عادی نمیزنه. از اثرات میدونین توهمزاست دیگه این شیشه. از اثرات بالینی این قرص ها هم تپش قلب شدید و عرق کردن است. اگر دوز بالا باشد یا بدن شخص کمی ضعیف باشد، قلب دوام نمیاره و رگ‌هاش میترکه و خونریزی داخلی باعث مرگ میشه. یکی از دلایل آنچه به اصطلاح خودکشی خیلی از بازداشتیان در شکنجهگاه های رژیم میگویند همین میتونه باشه. قرصی که به سینا قنبری بیچاره دادن هم چه بسا همین شیشه بوده. دلتون خوشه که اینجوری میشه تا ابد حکومت کرد؟ تا کی؟ فیلم باز یه نمونه، فقط فیلم تشییع جنازه محسن عادلی رو که تو اعتراضات دسفول کشته شد، آقایون مسئول نظام مقدس خوب ببینین، مامور اطلاعات که براتون فیلم آوردن، بشینین درست نگاه کنین. 22 دی ماه تو این تشییع جنازه قرآن کسی نمیخونه، این جمعیت دارن شاهنامه میخونن، شاهنامه گوش میدن و جنازه رو تشییع میکنن. دیده باب این نجات و گوهر، همون نام کو چون تو داده پسر. سکینش بگویم سخنها بسی، که خانی نباشد لایق هر کسی. ز بسم دهی من سرایم عجیب، سزاوار قومی اصیل و نجیب. جوان مرد و کربار به جنگ آتشند، زنام بلندت شنیدم بسی، به چهرنگ و هفتنگ یا هر کسی. این جمعیت جوان و میانسال دزفول که همه میدونن محسن عادلی چجوری و کجا کشته شده، شما با اینا چه خواهید کرد؟ در حقیقت اینا با شما چه خواهند کرد؟ هرچی شما دروغ بگین درباره علت اعتراضات مردم و کشته شده ها، نفرت مردم از خودتون بیشتر میکنین، خودتونم میدونین احتمالاً. بیشتر کسایی که بهتون معتقد و وفادارن ازتون جدا میشن. یه پیام بشنوید از یک جانباز که بیش از 3.5 سال تو جبهه های جنگ بوده، بار سوم که زخمی میشه انقدر شدید بوده که دیگه نمیتونه برگرده جبهه. با سلام خدمت همه هموطنان عزیزم در هر جای دنیا که هستیم. قبل از هر چیز میخواستم خدمت مقام معظم رهبری و بقیه ارکان این نظام عرض کنم: به خدا قسم این مردمی که دیدین ریختن تو خیابون، نه منافقن، نه خارجین، نه از عربستان اومده بودن، نه یهودین، اینا از مردم همین کشور بودن. در صف اول اونا جانبازا و خانواده شهدا بودن، چون جون به لبشون رسیده. نمیدونم آیا شما خودتون میدونین دارین چی کار میکنین یا نه؟ کاری که از این دست دست جوان های مملکت دارن میرن مسیحی میشن، زرتشتی میشن، از اسلام زده شدن. شما اسلام رو زیر سوال بردین، تو رو به خدا دست بردارین. به جای که بخواین با پول مردم بدبخت کمک مردم سوریه و لبنان و عراق نمیدونم یمن بکنی، بیاین به فریاد دل خودشون برسین. ببینین اینا شعار نیست، فقط زندگی این جانباز رو تو یک کلیپ کوتاهی که خودش تهیه کرده و فرستاده بشنوید و ببینید. من یک جانباز هستم، یکی از اون ایرانیایی هستم که برای حفاظت از این مملکت تاوانهای سنگینی پرداخت کردم. زمان جنگ بیش از 3 سال در جبهه و عملیات ها شرکت داشتم. من یادم 54 ساله هستم. از 15 سالگی به یتیمی بزرگ شدم و کار کردم. یک ریال یک ریال جمع کردم تا تونستم به هر حال
ده سال قبل این موقعی رو در قلچکی برام خریداری کنم، ولی متاسفانه بدطوری مورد زور قرار گرفتم. این بک 90 میلیون وام گرفته بود از بانک کشاورزی که با سود و جریمه و نزول و فزولش گفتن شده 133 میلیون. من 158 میلیون پرداخت کردم، 25 میلیون اونو که اصلا به حساب نیاوردم، اونم که حساب نکنیم باز 134 میلیون 500 یعنی 1 میلیون بیشتر از مبلغ درخواستی اونو پرداخت کردم. ولی با تمام این تفاصیل بانک بدون اینکه به من اطلاعی بده، خبری بده، ملک گذاشته اجرا و تملک کرده، سند زده به نام خودش. خیلی راحت همینطوری که ملاحظه میکنیم اینجا 7 ساله که غیر فعاله و ماهی 2.5 میلیون هزینه داره برای من. به خاطر مشکلی که با بانک دارم نتونستم شروع به فعالیت کنم. 7 سال با داشتن این معادله که حدودا 2 میلیارد ارزش داره، من و دو تا پسر 28 سالم تو خونه نشستیم بیکار، بدون شب محتاجیم، با بدبختی داریم زندگی میکنیم. 3 سال پیشم خونم رو فروختم، هزینه بازسازی معادله کردم. تو این 7 سال هر اداره و سازمان و هر جایی که شما فکرشو بکنید یا توی مملکت بوده من مراجعه کردم، التماس کردم یکی پیدا بشه به دردم برسه ببینه من چی میگم، حتی دفتر ریاست جمهوری، حتی دفتر رهبری. دفتر رهبری مراجعه کردم، بهم گفتن برو به اون رئیس جمهوری که رای دادی به اون رو کار درست کن. رفتم دفتر ریاست جمهوری، مدارکامو با التماس خواستم، من نام مدارکامو دیدن، بهم گفتن که کاملا حق با شماست، مشخصه، ولی شرمنده، موضوعمون به بانک نمیرسه. اسم خودشو باشه دولت تدبیر و امید، اصلا به فکر مردم نیست کسی. تنها چیزی که متوجه شدم توی این مدت این بود که توی نظام مقدس از مسئولینش حتی یک نفر مسلمانشون وجود نداره. حالا مسلمان که هیچ، میخوام از اینجا به مسئولین این مملکت پیام بدم، اگر توی شما یه مرد پیدا میشه، اگر یکی که واقعا ادعاش اینه که مرده، دم از علی و عدالت علی میزنه، خاص بدون درد من چیه، میتونه از طریق چهاد قچکی برامی پیگیری کنه موضوع رو. ببینین همه این در واقع آینه تمام نمای شکست نظام مقدس ها، این چیزی که شنیدی. همه کسایی که مثل این جانباز محترم از نظام مقدس ناامید شدن و معترضن به آخوندهای حاکم، همشون رو جناب حجت الاسلام صدیقی امام جمعه محترم موقت تهران هفته پیش آشغال خطاب کردن. مردم حکومت رو دارن حمایت میکنن و نگهداری میکنن، لذا هر جا خطری بوده خود مردم سینه سپر کردن و اجتماعشون دریایی خلق کرد و همه آشغال‌ها را شست و برد. از جمله کسایی که جواب این شخص رو دادن، اسماعیل بخشی نماینده کارگرای هفت‌تپه بود دوشنبه پیش تو جمع کارگرا تو شرکت. اگر کارگری تحت این همه فشار صداش در اومد، یک مسئول بیشعور میره پشت دریوان میگه معترضین آشغالن. آشغال توی، آشغال توی که، آشغال توی که مردم ایران از بوی تعفن آشغال تو جانشون به لبشون رسیده. آشغال توی، اون روزی که مردم تو رو میارن پایین معلوم میشه آشغال کیست. این روزا کارگرای کشت صنعت نشکر هفت‌تپه و چند واحد تولیدی دیگه در استانهای مختلف در اعتصاب و شرایط اعتراضن. من فقط تیتر چند حرکت کارگری رو از صفحه تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران میخونم براتون. کارگران گروه فولاد مجدداً در مقابل استانداری آذربایجان غربی تجمع کردند. کارگران معدن البرز شرقی پس از 2 روز اعتصاب کارفرما را وادار به پرداخت 1 ماه حقوق خود کردند و موقتاً به سر کار برگشتند. اعتصاب و تجمع کارگران فازهای 22، 23، 24 پارس جنوبی با وعده مسئولان مبنی بر پرداخت معوقات پس از 2 روز اعتراض موقتاً خاتمه یافت. کارگران تعمیرات خطوط راه آهن شمال شرق 4 روز از دست به اعتصاب زدند. این واحد صنعتی 600 کارگر دارد و کل کارگران شرکت تراورس
در نواحی ریلی کشور حدود 7000 نفرند که کلیه آنها به شرایط موجود اعتراض دارند. کارگران خواهان افزایش دستمزد هستند. کارگران کیش چوب باید باشه مقابل ساختمان منطقه آزاد کیش از روز 24 دی ماه دست به تجمع اعتراضی زدند و اعتصاب کارگران هفت تپه که از روزهای قبل شروع شده بود به اعتصاب عمومی در همه بخش‌های نیشکر تبدیل شد. اعتصاب کارگرای نیشکر هفت تپه هم برای کارفرما و حکومت مهمه تو این اوضاع، هم برای کارگرای نه فقط هفت تپه، کارگرای خیلی بخش‌های دیگه کارگری ایران که طبیعتاً متأثرن از چگونگی پاسخ گرفتن خواسته های کارگرای هفت تپه به دلیل سابقه این کارخونه و طبیعتاً سابقه مبارزاتی کارگراش و حضور سندیکای کارگران هفت تپه که از مهمترین سندیکای مستقل کارگری ایرانه. سندیکای مستقل کارگران هفت تپه سال 1353 تأسیس شده بود، 4 سال قبل از انقلاب. بعد با روی کار اومدن جمهوری اسلامی مثل بقیه تشکل مستقل کارگری سرکوب شد و بسته شد تا سال 1386 که تو اون تاریخ یک اتفاق مهمی افتاد. 2500 تا کارگر نیشکر هفت تپه نامه نوشتن به مقامات برای بازگشایی سندیکای هفت تپه. نامه‌شون رفت تو شورای تأمین استان، شد یه مسئله مهم امنیتی. یه عده از امضا کننده ها رو گرفتن و کلی تهدید بقیه و غیره، هیچ کدوم اثر نکرد. در صبح 1 آبان ماه 1387 با رأی‌گیری عمومی کارگران و با آرای بیش از 1000 نفر از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه علی‌رغم مخالفت‌ها و ممانعت‌های فراوان وزارت کار و هشدارهای وزارت اطلاعات به طور رسمی بازگشایی شد. اعتراض و اعتصاب دست جمعی کارگران نیشکر هفت تپه از سال 1384 در واقع شروع شد به دلیل 3 ماه عقب افتادن دستمزد. این عقب افتادن حقوق یکی از مهمترین دلایل است که واقعا 22 سال کارگرای هفت تپه به خاطرش اعتراض دست جمعی و اعتصاب کردن. با این وضع خراب اقتصادی وقتی یه ماه حقوق نگیری آویزونی، 3 ماه حقوق، 6 ماه حقوق عقب افتاده. ولی این بار الان دیگه فقط عقب افتادن دستمزد نیست. نیشکر هفت تپه رو دولت بهمن 94 فروخت به بخش خصوصی با پیش گرفت 6 میلیارد تومان. پول نداشت دولت، گفت فعلا 6 میلیارد تومان بدین کارخونه 56 ساله با 2400 هکتار زمین و کشت نیشکر و ظرفیت اسمی بیبدیل تولید مال شما. فلان تدبیر و امید با همدیگه کرد دولت آقای روحانی. 22000 هکتار زمین داره نیشکر هفت تپه. کارفرما الان داره قطع میکنه میفروشه زمین رو. کارخونه‌ای که تولیدش سال 1351 100000 تن شکر در 100 روز بود. این دیگه تولید شکر رو اینجوری محاسبه میکنن، 100 روز در سال میگن. 100000 تن شکر بود. الان بعد از نیم قرن و این همه پیشرفت فناوری تولیدش نصف شده و تازه این 50000 تن چیزیست که حکومت اعلام میکنه. هرچی هم کارگرهای متخصص این کارخونه فریاد میزنن که این کارخونه تعطیل میشه با این وضع، جوابی نمیگیرن. چرا فرماندار و استاندار همه از اینا حمایت میکنن؟ چون که میگن اشتغال زایی کردن. چگونه اشتغال زایی کردن؟ کارگر رو آوردن تمام مزایاش رو ازش کم کردن، حقوق پایه و ثابت ادارکاری رو به شما میدن 990000 تومان، از اونم کم میکنن، شیفتتون رو کم کردن، اضافه کاریتون رو کم کردن، همه مزایا رو کم کردن. تازه چند روز شما مرخصی هم ندارید، قرارداد غیر قانونی یک ماه است، حقوقت رو تبدیل میکنه، همون ثابتش هم کم میکنه، میکنه 700-800000 تومان،
چهار ماهی یه بار به پر چهار ماهی یه بار هم به پر راه میکنه بازه مندت افترتون میذاره مندت سرت میذاره میگه بیکار بودی اولیم سر کار کار با امار شاقه است بردهداری این منتها اون بردهداری قدیم کار در مقابل نان الان هم همینه آقا نون هم حقوق 900 هزار تومان همون پول نانه که پول نان هم نیست طرف اگه سه تا بچه داره باید همیشه دستش به درگاه خداوند بالا باشه که اتفاقی یا بیماری یا مسئله برای بچه‌هاش پیش نیاد 900 هزار تومان پول نان هم نیست قانون بردهداریه باید عوض شه بعد اون وقت اگر کارگری تحت این همه فشار صداش در اومد یک مسئول بیشعور میره پشت تریبون میگه معترضین آشغالن آشغال تویی که مردم ایران از بوی تعفن آشغال تو جانشون به لبشون رسیده آشغال تویی اون روزی که مردم تو رو میارن پایین معلوم میشه آشغال کیست آقا جون تکلیف کارگرای هفت تپه باید روشن بشه راهی نیست چه دولتی باشه چه خصوصی یا نشکر هفت تپه با نیم قرن سابقه و ظرفیت تولید اسمی اولیه 100 هزار تن شکر بسته میشه و این کارگرها همه بیکار میشن که طبیعتاً باز فردا با بقیه بیکارا میان تو خیابون علیه شما یا غیر از این باشه باید حقوقشون داده بشه وگرنه چرخ کارخونه کار نمیکنه چرا کارگران رسمی رو سریع بازنشست کردند چون اونا طبقه مندی شاملشون شده بود گروه داشتن عنوان داشتن حقوقاشون رفته بود بالا شما چون روزمزد هستین طبقه مندی شاملتون نمیشه و تا 20 سال 30 سال که اینجا کار کنید همینی که هستید طرف اومده اینجا شده استادکار داره میره بیرون کار میکنه با شاگردش که یه روز اومده بغل دستش وایساده حقوقش یکیه یعنی شما هیچ پیشرفت شغلی ندارید این یعنی بردهداری این میگه نظام بردهداری مدرن به هوش باشید باید طبق قانون فروردین 97 طبقه بندی مشاغل بازنگری به اجرا شود ولی قبلش باید قراردادهای شما مشخص و عناوینتون مشخص بشه اگر این کار صورت نگیره حتی اگر طبقه بندی هم صورت بگیره چیزی گیر شما نمیاد توجه کردیم خیانت پشت خیانت دروغ پشت دروغ کار ادامه پیدا نمی کند تا تکلیف مطالبات ما یک بار برای همیشه مشخص شود ببینین این صحبت فقط کارگرای هفت تپه نیست این صحبت قراردادهایی که گفت آقای بخشی مربوط به همه جای ایرانه همه واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ اعتصاب کارگرای هفت تپه تو دو هفته اول دی ماه شروع شده بود همزمان تقریبا با اعتراضات سراسری کارفرمای جدید میاد بهشون قول پرداخت دستمزدهای عقب افتاده رو میده و 17 دی اعتصاب تموم میشه بعد وعده وفا نمیشه وقتی از وعده کارفرما خبری نمیشه 25 دی دوباره اعتصاب شروع میشه صحبت های اسماعیل بخشی تو محل شرکت تو جمع کارگرای اعتصابی روز 26 دی ماه در واقع یه مهلتی میده که بشنوید امروز ما اومدیم بگیم شما نمیتوانید هفت تپه را اداره کنید ما دیگر به دروغ های شما اطمینان نداریم اگر تا آخر این هفته وضعیت مطالبات و قراردادها مشخص نشه خودمون میریم توی مدیریت میشینیم و هفت تپه رو خودمون آباد میکنیم خودمون ادارش میکنیم پول نداریم ما هم نداریم ولی فرق ما با اینا این است که ما که تخصص تولید شکر رو داریم خودمون ادارش میکنیم میشینیم اونجا هفت تپه رو اداره میکنیم تا مدیران لایق نیشکری رو پیدا کنیم و بیاریم اینجا مدیریت کنن
این صحبت 25 دی در محوطه شرکت. همون روز عصر مافیای حکومت کارفرما میزنن اسماعیل بخشی رو لتو پار میکنن. اطلاعیه اتحادیه آزاد کارگران عصر امروز یعنی 25 دی، در حالی که اسماعیل بخشی از نماینده های کارگران شرکت نیشکر هفت تپه طبق معمول هر روز حوالی ساعت 5:30 عصر از سرویس کارخانه پیاده شد و در حال عزیمت به منزل خود بود، توسط سرنشینان نقابدار دو ماشین پژو و سمند با قمه مورد حمله قرار گرفت. در پی این حمله و ایستادگی جسورانه اسماعیل در مقابل حمله کنندگان، بلافاصله اهالی محل متوجه حمله به او شده و به کمک اسماعیل شتافتند، اما حمله کنندگان با شلیک تیر هوایی موفق به فرار از محل شدند. بنابر اظهار کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، طرح به کارگیری تعدادی اراذل و اوباش از سوی کارفرما علیه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از اعتصاب 6 روزه آنان در آذر ماه سال جاری مطرح بوده و حمله وحشیانه امروز به اسماعیل بخشی مسئله‌ای نبود است که کارفرما حتی در صدد پنهان کردن آن باشد. سه شنبه اسماعیل بخشی یعنی فردای این ضربه خوردن نمیتونه بره سر کار. چهارشنبه میره شرکت برای کارگرها صحبت میکنه و بهشون میگه که اولا واکنش نشون ندین در برابر این چاقو کشایی که زدنش و به قول خودش شانس آورد که قمه به استخونش نرسید، و باز تاکید میکنه که ما عقب نمیشینیم، مهلت به کارفرما تا همین جمعه است. راجبی حرکتی که درباره مسئولیت گرفت چون هم به همه اما رفت سر تکه همه نشون بیه واکنش نشونده، ولی ما اطمینان مجرد نیمه اعتراض داریم لیول حد جمعه ما نشده، قول هایی که دادن انجام نشده. آقا نشده، آقا نشده، آقا رو ندادن. آقا یک ماه اصد بگی جنگ و اخباری رم هنوزه همون شد رم راست بگی نمیاد پس که دیگه باور میکنم اصد بگی دیگه باور میکنم احسن همیشه کارگر سادی من بچه سر روز جمعه هستم دیگه. باطل باطل، نه تا جمعه تو سر من گفتن دیگه بر بشر نمیتونی تو سر الانم فرستادم من اسم منه این بخشی از بلایی است که ناکارآمدی جمهوری اسلامی سر تولید و بخش مولد جامعه آورده. همین تولید شکر در ایران و در استان تولید اصلی شکر ایران، استان خوزستان، یه مرور کوتاهی بکنیم تو این تا فرصت داریم. یکیش کشت و صنعت نیشکر هفت تپه است، یکی دیگرش کارخونه قند دزفوله که امسال دقیقاً 50 ساله شده. ببینید توی دومین جدول این صفحه وبسایت کارخونه قند دزفول، همینجا که تعداد کارگران فصلی و بعد زیرش رو نوشته، ببینین تعداد ساختمان واحدهای مسکونی 112 تاست، تعداد کارکناش 55 نفر، یعنی تعداد ساختمان‌های مسکونی که باید جای زندگی کارکناش باشه، کارگراش باشه، بیش از دو برابر تعداد کارکنان فعلیش. این که میگم کارکنای فعلیش برای اینه که بعد از 14-15 سال که بسته شده بود دوباره فروختنش به بخش خصوصی سپاه و قرار راه بیفته. آیت الله مکارم آیا واقعا دستی دارد در این ماجرا؟ بذاریم اول اینو بخونم. دانایی دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر گفت خوزستان به عنوان قطب تولید چغندر قند و نیشکر تا کنون کارخانه چغندر قند نداشته و محصولات این استان به مناطق همجوار مانند اصفهان ارسال میشد. اما کارخانه قند دزفول که در سال 54 تأسیس شد تا سال 82 به فعالیت خود ادامه داد، اما به علل مختلف تعطیل شد و با اعلام ورشکستگی در اختیار اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه قرار گرفت. امسال به بهره برداری میرسد و ظرفیت دریافت حدود 500 هزار تن چغندر قند و تولید حدود 70 هزار تن شکر را دارد. انشاءالله. چرا تعطیل شد این کارخونه؟ آیت الله مکارم شیرازی در تعطیلی این واحد مهم صنعتی کشور چه نقشی داشته؟ همه جا باید دنبال جای پای آیات عظام بگردیم وقتی فسادی هست واقعا. آیت الله مکارم همیشه تکذیب فرمودند که نقشی در صنعت شکر و نابودی این صنعت در ایران داشتن. ببینین این نوشته مال سال 91 از یکی از طرفدارای ایشون هم هست. ایشان یعنی آیت الله مکارم 10-15 سال پیش رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه بودند.
تعدادی از بازاریان تهران خدمت ایشان آمدند و گفتند میدانیم حوزه منبع درآمد خوبی ندارد، که پاسخگوی اداره حوزه باشد. برای گسترش تعالیم حوزوی میخواهیم سهام کارخانه شکری که به تازگی در دزفول تأسیس شده، این 50 سالشه و احتمالاً آینده خوبی دارد، را به نام حوزه علمی قم خریداری کنیم. این مرجع بزرگوار فرموده بودند که در یک صورت قبول میکنم، آن هم این که مشکلاتی نداشته باشد که به تدریس و فعالیت علمی هم لطمه بزند. قبول کردند و نه به نام آیت الله مکارم، که به نام حوزه قم زدند. البته مدیریتش آن زمان بر عهده ایشان بود. ببینین، صورت جلسه تعیین میزان سهام برادر نورالله نیازی در شرکت قند دزفول، عطف به قرارداد شماره فلان فلان فلان، بین کجا مؤسسه اقتصادی امام امیرالمومنین علیه السلام، حوزه علمی قم و موافقت از آیت الله العظما مکارم شیرازی از یک طرف و برادر فلان. انجام مراحل اولیان و پرداخت مبلغ 4,480,000,000 ریال از طرف برادر فلان نورالله نیازی، بدین وسیله قطعی شدن واگذاری سهام مذکور در آن قرارداد به برادر نیازی تأمین می‌گردد و از طرفی فلان و فلان. امضا رئیس هیئت مدیره حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی قم. آیت الله مکارم، بذارید من دوباره این دو خط رو بخونم در ادامه همون تیکه‌ای که در وبسایت خوندم بعد از این سند. آیت الله مکارم فرموده بودند پس از یک سال دیدم نمیتوانم سهام آن را برگردانم. بعدها کارخانه به مشکل خورد و نتوانستند حقوق کارگران را هم خوب ادا کنند و غیره. اونجا اعلام ورشکستگی میکنن و فلان. کارخانه دولتی قند دزفول که مال سازمان صنایع ملی ایران بود سال 73 واگذار میکنن به حضرت آیت الله مکارم. ایشون هم آب کور میگیرن به همه این کارخونه و نتیجه میشه تعطیلی این دومین کارخونه تولید شکر سفید در ایران، در خوزستان، در سال 82. خب ببینید چه کسایی در بذارین جدول ببینین ما جدول واردات صادرات شکر رو حتما داریم. طبق دو تا جدولی که مال سال 84 تا 94، واردات شکر 600 برابر صادرات شکره. یعنی در واقع همه شکر مصرفی مملکت وارد میشه. چرا؟ چون روحانیت حاکم تمام صنایع رو به نابودی کشیده و این فقط فقیرتر شدن کشور نیست، بسته شدن واحدهای تولیدی، بیکاری بیشتر، اعتراض بیشتر و عواقب بدتری برای همین روحانیت حاکم هم هست. برای مثال بذاریم من دو تا از کارگزاران آقای حضرت آیت الله، معذرت میخوام، حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو خدمتون عرض بکنم که یکشون جواد مدلل داماد ایشونه که تاجر برخوردار از رانت 650 میلیون یورویی، عکسش رو اگه داریم ببینیم خوبه، در دولت روحانی که با دستور مستقیم نعمتزاده وزیر کابینه اول روحانی اداره کننده کارخونه های متعدد صنایع روغنی و کشاورزی است، از جمله کارخونه قند و شکر دزفول و پیرانشهر، کارخونه های روغن نباتی نازگل و آب معدنی کوهرنگ. دختر مکارم، همسر دختر حضرت آیت الله مکارم، همسر جواد مدلل، از یکی از همسرای مکارم، همسر اولش. مکارم با زن اولش در صفایه قم زندگی میکنه و زن دوم مکارم شیرازی تو شهرک سالاریه قمه. یک کارگزار دیگری دارد آقای مکارم که البته دامادش نیست، کارش نیست، فقط کارگزارشه، بوده، حالا عرض میکنم خدمتتون. ببینید پرونده سلطان شکر سه تا متهم داشت در واقع. یکی
حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی، یکی جواد مدلل دامادش و یکی محمد رضا یوسفی، میم ره محمد رضا یوسفی. عکس ها اینا رو داریم، نمیدونم اگه بتونیم برسن دوستان پخش بکنن. محمد رضا یوسفی افتاد زندان، بله ایشون، سال 85، سال 86 پرونده مال اون موقع است. سال 86 بعد از یک سال زندان ایشون آزاد میشه. 26 سال زندان بهش داده بودن و 73 میلیارد تومان جریمه نقدی. اسفند 95، اسفند 96 فکر میکنم، شاید من این 10 سال اشتباه میکنم یا 86، به هر حال با قرار بله اسفند 86 ایشون اسفند 85 دستگیر میشه، میفته زندان. اسفند 86 با قرار وثیقه 160 میلیارد تومانی با درخواست مکارم و دستور مستقیم رهبر معظم نظام مقدس آزاد میشه. مکارمش میگه بعد زود سپاهی ها و حوزوی ها تو رسانه هاشون میزنن که محمد رضا یوسفی سلطان شکر مرد، هم برای کشوندن توجه از مکارم به عنوان سلطان شکر به آیا آدم دیگه و هم برای حفظ یوسفی. محمد رضا یوسفی همون موقع با خانواده معظم رفت کانادا و شنیدم که همچنان در کانادا تشریف دارن. پرده آخر. خب در مورد دندونای خراب این احتمال داره که این دندونا برگردن؟ بله، راجع به دندان خراب را شاید هم قبلا عرض کردم، این همون روغن هندوانه ابو جهل. اگر کسی میتونه این روغن را تهیه کنه، روغن هندوانه ابو جهل اگر دندان سرخ داره و خورده شده، این روغن را بریزند و یه پارچه‌ای هم آغشته کنن به روغن و بذارن در اون سراخ یا محل خوردگی. سه روز چهار روزی کار را تکرار کنن، به احتمال زیاد این دندان پر بشه. شب و روزگار خوش.